با سلام و درود، رسیدیم به درس سوم از گرامر زبان فرانسه با استفاده از مکالمه از روی کتاب گرامر آن دیالوگ. موضوع این درس ما راجع به ایلیا و سه و کاربردهای این دوتا اصطلاح هستش. خب تو صفحه 9 کتاب یه مکالمه هست. اول از همه بریم این مکالمه رو با همدیگه بشنویم، بعد بریم سراغ نکته گرامری. Chapitre 2. Jérôme et la géographie. La Finlande, c'est un beau pays? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo? Quoi? Oslo? Ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. C'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Oui. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour monsieur. Salut Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match c'est demain. Alors tu viens? خب حالا ببینیم جیروم و پدرش تو این مکالمه که با هم دیگه شنیدیم چی دارن با هم دیگه میگن. جیروم میگه دی پاپا لا فنلاند سیت ان بون پی. یعنی به نظر شما بابا لا فنلاند یعنی کشور فنلاند سیت ان بون پی یک کشور قشنگه. دی پاپا در واقع یعنی بگو بابا، ولی خب اینجا یعنی به نظرت. و باباش میگه وی بیان سو، آره مطمئنا اینطوریه، سیت ان تری بو پی. داره نظرش رو میگه، اپینیون داره میگه و در نتیجه از سه استفاده کرده. آره یه کشور خیلی قشنگه. ایلیا دی سانتن دو لک ا دو فوره. صدها دریاچه و جنگل وجود داره تو اون کشور. و ژرون میگه ا لا کاپیتال دو لا فنلاند سه اسلو و پایتخت فنلاند اسلو. باباش میگه کوا چی؟ اسلو منو. معلومه که نه. سن پا لا کاپیتال de la Finlande. این پایتخت فنلاند نیست. C'est la capitale de la Norvège. این پایتخت نروژ. La capitale de la Finlande c'est Helsinki. پایتخت فنلاند هلسینکی. ژرون میگه oh, c'est difficile la géographie. وقتی میگه c'est difficile la géographie یعنی جغرافی مشکله. باباش میگه منو. منو یعنی معلومه که نه، یعنی تأکید میکنه روی نو و اینجا م به معنی اما نیستش. منو با هم یعنی معلومه که نه. سپا دیفیسیل مشکل و سخت نیست. جیغو میگه سه آنویو. آنویو یعنی خسته کننده است، بورینگه، کسل کننده است. باباش میگه او کنتریر. او کنتریر یعنی برعکسش. سه پسیونو خیلی هم هیجان انگیزه. سیت ان فری وایاژ یه سفر واقعیه. ایلیا دی پی دیفرون کشورهای مختلفی وجود دارن. دی کولتور دیفرانت فرهنگ‌های مختلفی وجود دارن. دی لانگ دی کوتوم واریه زبان‌ها و آداب و سنن متنوعی وجود داره.
même en Europe, حتی توی اروپا. باباش میگه bien sûr, البته. Regarde dans l'atlas. خب میگه داخل اطلس نگاه کن. Là, il y a l'Europe. اونجا اروپا وجود داره. اروپا قرار داره. و ژرم میگه il y a combien de pays en Europe؟ چند تا کشور توی اروپا هستن؟ وجود داره. Dans la communauté européenne، توی جامعه اروپایی، maintenant il y a 25 pays. در حال حاضر 25 کشور وجود داره. Il y a combien de langues؟ چند تا زبون وجود داره؟ باباش میگه il y a au moins 20 langues différentes. حداقل 20 زبون مختلف وجود داره. Le finnois، زبان فنلاندی، le czech، زبان چکی، l'allemand، زبان آلمانی، le français، زبان فرانسه، l'anglais، انگلیسی، l'italien، ایتالیایی، l'espagnol، زبان اسپانیولی. Tu veux apprendre une langue étrangère؟ یعنی میخوای یاد بگیری یه زبان خارجی؟ ژرم میگه oui، آره، pourquoi pas l'espagnol؟ چرا اصلا نخواهم اسپانیولی یاد بگیرم؟ سه فسیل. داره نظرشو میده بعد از سه استفاده کرد. سه فسیل یعنی آسونه. باباش میگه نو مو گرسون، یعنی پسرم، نه اینطوری نیستش. لسپانیول سه بو، یعنی قشنگه. می سونه پا فسیل، ولی فسیل یا آسون نیست. خب حالا اون سون الا پخت، یعنی روی مثلا یکی داره در میزنه. بعد جواب میگه سکی یا کیست، یعنی کیه. و باباش میگه سه ویرژینی، داره معرفی میکنه این ویرژینیه. بونجور ویرژینی. ویرژینی جواب میده بونجور مونسیو، سالو ژرم. برای باباش از بونجور استفاده کرده، ولی برای ژرم از سالو استفاده کرده، بخاطر اینکه ژرم همسن سالشه و از سالو استفاده کرده، ولی برای بزرگترش از بونجور استفاده کرده. دی موا سو سواغ على تله، یعنی به هم بگو امشب تو تلویزیون ایلیا فیلم دو سیانس فیکسیون، یعنی فیلم علمی تخیلی حالا وجود داره. تو و ونیر على میزون پور لو ونیر پور لو وار، یعنی دوست داری بیای خونمون برای اینکه ببینیمش. ژرم میگه ایل نیا پد مچ سو سواغ، یعنی مسابقه مثلا مسابقه فوتبال نداره. ویرژینی میگه منو، نه معلومه که نه. لو مچ سه دوما، یعنی مسابقه فرداست. الوغ تو ویان، خب پس میای. خب قبل از اینکه ادامه این ویدیو و ویدیوهای دیگر رو مشاهده بکنید، یه چند دقیقه وقت بذارین و وارد این کانال یوتیوب بشین، کانال کلاس زبان، و سابسکرایب بکنید. اون علامت زنگوله رو هم اگر بزنید، هر ویدئوی جدیدی که من آپلود میکنم شما سریع متوجه میشین و میتونید بیاین و اون ویدئو رو تماشا بکنید. خب برسیم به نکته گرامری این درس. ایلیا یکی از کاربردهایی که داره مثل there is و there are تو زبان انگلیسی به معنی وجود دارده. پس میگیم ایلیا بون رستو دان لو کارتیه، یعنی تو این محله یه رستوران خوب وجود داره. یا میخوام بگیم مشکلی وجود نداره، چون فعلا میخوایم منفی بکنیم یه نو قبلش میاریم، یه ام بعدش یه پم بعدش میاریم، پس میشه ایلیا پت پروبلم، هیچ مشکلی وجود نداره. یکی دیگه از کاربردهای ایلیا مثل اگو توی انگلیسی هستش. مثلا میخوام بگیم چند سال پیش، چند روز پیش، چند هفته پیش. مثلا میگیم je suis زله ایسی il y a 4 ans، یعنی 4 سال پیش اومدم اینجا. اینجا وقتی میگیم il y a 4 ans منظورش این نیستش که 4 سال وجود داره، بلکه در واقع یعنی چند سال پیش، 4 سال پیش وقتی میگیم il y a 4 ans. اگه بریم توی متن کتابم نگاه بکنید، اون مکالمه که با هم دیگه شنیدین، باز هم از همین ایلیا استفاده شده که من هایلایتش هم کردم. ایلیا دسانتن دو لک ا دو فوره،
یعنی صدها دریاچه و جنگل وجود داره. یا مثلا اینجا میگیم ایلیاد پی دیفران، کشورهای مختلفی وجود داره و ایلیا همیشه به این صورت مفرد هستش. اصلا اینطوری نیستش که چون مثلا بگیم چند تا کشور وجود داره مثلا اون ا مثلا بشه او، چون از اواق هستش در واقع. نه، یه ترکیب ایلیا، یعنی وجود داره یا وجود دارند، هم there is هم there are. یا مثلا این جمله رو دقت بکنید، ایلیا کمبین دو لانگ، یعنی چند تا زبان وجود داره. بگیم ایلیا اوموان و لانگ دیفرانت، یعنی حداقل 20 تا زبان مختلف وجود داره. یا مثلا میخوایم بگیم این فیلم یا این برنامه تلویزیونی یا این مسابقه فوتبال تو تلویزیون هست، داره پخش میشه، میگیم ایلیا فیلم دو سیانس فیکسیون. ایلیا یا اینیا پا، یعنی این فیلم رو مثلا تو تلویزیون پخش نمیکنه. خب ترکیب دیگه که تو این درس یاد گرفتیم سه هستش، سه مثل this is هستش، ولی خب کاربردهایی داره تو زبان فرانسه که باید اونا رو با هم دیگه ببینیم. مثلا یکی از کاربردهایی که داره اینه که برای اینکه میخوایم یه نفر یا یه چیز رو معرفی بکنیم، که خب در واقع بعد از اون یا آرتیکل میاد یا ناون میاد، یا آرتیکل یا یک اسم هستش، یا برای بیان یک هویت استفاده میشه. یه مثالاشو ببینیم. مثلا میگیم ستون جولی واتور، یعنی این یه ماشین خوشگله. یا میگیم تهران ستون ویل تره منیفیک، تهران این یه شهر فوق‌العاده است. یا مثلا میخوایم معرفی بکنیم به شخصی رو، سه جان، این جان سه تنمی، یه دوسته، یا سلوی یعنی خودشه. یه کاربرد دیگه که داره این که میخوایم یک عقیده رو بیان بکنیم، مثلا میگیم apprendre le français c'est facile، یعنی یادگیری زبان فرانسه ساده است. یعنی این فقط برای بیان نظر و عقیده‌مو بوده. خب ببینید سه و منفیش همیشه سنپا، این هست این نیست. خب کاربردی که داره رو نگاه بکنیم و مثالایی که اینجا هست، میگیم سه مرکودی سوار، یعنی الان چهارشنبه شبه. پاری سکران، یعنی پاریس بزرگه، برای بیان یه عقیده استفاده کردیم. سون پجولی، این اصلا قشنگ نیست، خوشگل نیست. لا کپیتال دو لاسلوواکی سه براتیسلاوا، پایتخت کشور اسلوواکی میشه براتیسلاوا. خب نکته بعدی اینه که اوک لاستروکتور سه، با این ساختار سه، لژکتیف اتو ماسکولین سنگولیر، یعنی صفتی که استفاده میشه همیشه مذکره و حالت مفرد داره. کسکو سه یعنی این چیه؟ پس میگیم سه یا منفیش میشه سونه پا یا سوسون برای حالت جمع و سونو سون پا. سه دا فیلم ایتالیان، این یه فیلم ایتالیاییه. سه لا کپیتال دو پرتغال، این پایتخت پرتغاله. سوسون دی لیور دو پوش، اینا کتابای جیبی هستن. برای کی هم باز دوباره از همین ترکیب استفاده میکنیم، کیس یا سه کی، یعنی این کیه. اینجا هم میتونیم بگیم سه یا میتونیم بگیم سوسون. سه ویرژینی داریم معرفی میکنیم، این ویرژینیه. سوسون لزامی دو جروم، اینا دوستای جروم هستن. سه لو پروفسور دو پیر، این معلم پیره. خب اینم از درس سوم گرامر زبان فرانسه با ساده از مکالمه از روی کتاب گرامر آن دیالوگ راجع به ایلیا و سه. خب تا اینجا کافیه، من نمیخوام خیلی دیگه ویدیو رو طولانی بکنم. تو درس بعدی تمریناشو انجام میدیم، پس ویدیوی بعدی رو هم از دست ندید.